شیعیان جهان به خصوص مردم عراق در ایام منتهی به 28 صفر از شهرهای مختلف مسافتی را با پای پیاده به سوی نجف اشرف طی می کنند تا به زیارت مرقد مطهر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مشرف شوند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در سالروز شهادت پیامبر اکرم، زائران عزادار از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورها با پای پیاده به سمت نجف اشرف جهت عرض تسلیت به محضر مقدس مولای متقیان رهسپار می شوند. این روزها مسیرهای منتهی به نجف اشرف صحنه ورود تعداد بسیاری از زائران پیاده است که به منظور بزرگداشت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برابر با روز دوشنبه 28 صفر 1446 هجری قمری قصد عزیمت به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دارند. همچنین موکب‌های خدمت رسانی در امتداد مسیرهای منتهی به نجف اشرف جهت ارائه خدمات به زائران و اسکان آنها در خانه‌های مسکونی نزدیک مستقر شدند. همزمان پرچم سیاه یا سید الانبیاء والمرسلین به مناسبت سال روز شهادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایوان طلای حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نصب شده است. شایان ذکر است زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سال روز شهادت پیامبر اکرم از بهترین و مؤکدترین اعمال مستحبی به شمار می رود که در روایات شریف از اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام ذکر شده است. با توجه به منابع اسلامی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مرگ عادی از دنیا نرفتند، بلکه با زهر مسموم و به شهادت رسیدند. لذا به کار نبردن واژه شهادت برای ایشان یکی از مظلومیت‌های آن حضرت است. در کیفیت مسمومیت پیامبر اکرم و اینکه چه کسانی و با چه انگیزه ای ایشان را مسموم کرده اند، روایات متعددی در منابع شیعه و اهل تسنن و در کتب مختلف تاریخی شرح ماجرا و به وضوح بیان شده است. در سال جاری در حالی که مراسم بزرگداشت زیارت اربعین به صورت میلیونی و بی‌نظیر در شهر مقدس کربلا برگزار شد، طی روزهای منتهی به 28 صفر مشایع به سمت نجف اشرف به مناسبت شهادت پیامبر اکرم آغاز شده است. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش زنده مشایع مردم عراق به سمت نجف اشرف به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را نیز پوشش می دهد. علاقمندان در سراسر جهان می توانند از طریق فرکانس های این مجموعه رسانه ای به شبکه امام حسین علیه السلام دسترسی یافته و تصاویر زنده مشایع شهادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را مشاهده کنند. این تصاویر باشکوه در بسترهای فضای مجازی مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام مانند فیسبوک، یوتیوب، باکس تیوی ها و اپلیکیشن این مجموعه رسانه‌ای نیز پخش می شود.